درود خدمت شما دلانگیزان، حسابی خوش اومدین به اخبار روز چهارشنبه یعنی 18 آبان. امیدوارم از این ویدیو حسابی لذت ببرید. این حسدی که داریم میبینیم شما رو واقعا در دنیای واقعی میکشه. این ایده که کشته شدن در بازی‌های ویدیویی یا واقعیت مجازی بتواند باعث مرگ شما در دنیای واقعی شود، چند وقتی است که به داستان‌های علمی خیالی راه پیدا کرده است. حالا بنیانگذارش مدعی شده که نمونه اولیه یک هدست VR با این ویژگی رو ساخته. وی در وبلاگ شخصی خود اعلام کرده که هدست VR جدیدی که ساخته دارای 3 شارژ انفجاریه. این قطعات در مقابل پیشانی فرد قرار میگیرد و میتواند بلافاصله مغز را از بین ببرد. این انفجار مرگبار زمانی فعال میشود که حسگر نوری بتواند نور یک صفحه قرمز در فرکانس های خاص را شناسایی کند. در نتیجه زمانی که صفحه گیم اوور نمایش داده میشود، فرد واقعا خواهد مرد. داخل فضای مجازی یه سری صحبت ها رد و بدل میشد که کسایی که توی این 2 ماه اینترنت خریده بودن و پولش رو پرداخت کرده بودن ولی اینترنت نداشتن، باید اینترنت های رایگان بهشون تعلق بگیره. و وزیر ارتباطات در این راستا اینطوری گفته: اینترنت ثابت در 2 ماه اخیر اصلا قطع نشده و فقط 2 پلتفرم محدودیت هایی اعمال شده براشون. در نتیجه به کاربران اینترنت ثابت بسته جبرانی تعلق نمیگیره. به احتمال خیلی زیاد برای کسایی که اینترنت همراه داشتن بسته جبرانی در نظر گرفته شده. سخنگوی دولت رئیسی گفته برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروهای انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کس که به خیابان آمد را بزنند و اینطوری مردم بترسند و در خانه ها بمانند. این در حالی است که قبل‌تر نماینده چابهار در مجلس به شلیک معترضان بلوچ با اسلحه جنگی اعتراض کرده بود. همچنین در ادامه صحبتاش اضافه کرد که سوال می شود که چرا با مردم مماشعت صورت می گیرد. باید بگویم من اصولا معترضین را دشمن نمی دانم و اصل بر این است که این جوانان که به خیابان می آیند فرزندان خطاکار ما هستند. شما یه فرد ایرانی رو در نظر بگیری، این که داخل یه کشور دیگه داره زندگی میکنه و صحبت‌های این آقا رو بشنوه راجع به تیر زدن به معترضین یا دستور تیر زدن به معترضین. خب کسی که این قدرت رو داره میتونه همچین دستوری بده و کسی که این قدرت رو نداره و قراره تیر بخوره چه فکری راجع به شما میکنه؟ حالا اون فرد خارج از ایران بوده، داخل ایران خیلی قضیه فرق میکنه. خب شما با این حرفت افکار عمومی رو نسبت به خودت بد میکنی. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته مخابرات در این روزها که اینترنت قطع است دست در جیب مردم کرده و میخواهد درآمد خود را از طریق گران کردن تلفن‌های ثابت جبران کنند. بازیکنان تیم ملی واترپولو از خوندن سرود جمهوری اسلامی در مسابقات آسیایی امتناع کردند. تبلیغ گردشگری عربستان توسط لیونل مسی و ما هیچ و ما نگاه و ما حسرت. بله مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. آقایون آیدی چنل تلگرامی رو که اینجا براتون میذارم، من اخبار رو از داخل این چنل برداشتم. اگر میخواین اخبار رو خودتون دنبال کنید بدون حذفیات، میتونین داخل چنل تلگرامشون عضو بشین و از اخباری که در اختیارتون میذارن حسابی لذت ببرید. امیدوارم توی اخبار فردا شب ببینمتون. و در آخر اینکه درود بر شما.